با عرض سلام گرم به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با زنگ سلامت 117 هم. خب خوشبختانه با حمایت شما عزیزان این برنامه ها همینجوری داره جلو میره و خیلی باعث افتخار بنده است که در خدمتتون باشم و تمام سعی من اینه که با شواهد علمی و تحقیقات علمی بتونم مطالبی رو برای شما ارائه بدم که ضمن اینکه کمکی بکنه به سلامتی شما، سطح سواد عمومی و اطلاعات عمومی مردم هم در رابطه با موضوعات سلامت بالا بره. خب بازم در اول برنامه تشکر میکنم از سوالات و نظراتی که برای بنده میفرستید. متاسفانه تعداد سوالات زیاده و یه سری از سوالات رو هم در طی این چند ماه متوجه شدم که با یکی دو تا خط نمیشه جواب داد و میشه از طرق مختلف کمک خیلی خوبی به شما بینندگان و بیماران عزیز کرد. لذا به این نتیجه رسیدم که تلفنم رو زیر صفحه تلویزیون بذارم و عزیزانی که بیماری دارند و یا احتیاج به یک سری برنامه های تمرین درمانی و یا بعضی ها احتیاج به سکند اپینین، نظر دومی دارم برای انتخاب راه های درمانی و یا به هر دلایل دیگه‌ای که نیاز به درمان دارید، میتونید مشخصاتتون را از طریق ایمیل و طرق مختلف دیگه سوشال میدیا برای بنده بفرستید و به کسانی که بتونم کمک بکنم از این طریق که الان توضیح میدم تصمیم گرفتم به شما کمک بکنم، که اینم به این جوری به این صورته که بر مبنای اطلاعاتی که شما میفرستید بنده سعی میکنم یک وقتی تعیین بکنم که اگر البته توافقی دوست داشتین به صورت مشاوره تلفنی، حالا یا یک دفعه یا در یک برنامه 3-4 جلسه ای و یا برای مدت زمان 3-4 ماهه یا 5-6 ماهه که هفته بر فرض یک دفعه یه ربع نیم ساعت ما تلفنی با هم صحبت میکنیم و یا از طریق واتساپ و یا ویدیو و غیره که بنده برنامه های مختلف مدیریت دوران ریکاوری رو براتون میفرستم و اون موقع میتونید با خیال راحت به سلامتیتون ادامه بدید. پس برای هر گونه مشاوره تلفنی میتونید از این طریق با بنده تماس بگیرید یا ایمیل یا تکس بدیم از طریق این تلفن و بنده بر مبنای اطلاعاتی که دادین با شما تماس میگیرم و نحوه پیشرفت کارو با هم بررسی میکنیم و اگه به نتیجه رسیدیم درمانو شروع میکنیم. خب در ابتدای برنامه میخوام همجوری که اشاره کردم سری پیش یه سری تغییرات جزئی در برنامه خواهیم داشت و این تغییرات شامل اینه که یک سری جاها یک سری کلیپ های میذارم که از نوع کارهایی که ما در مطب انجام میدیم علاوه بر تمرین های مختلفی که برای شما نشون میدم. با اون مثال وقتی از مانیپولیشن یا کارهای دستی فیزیوتراپی صحبت میکنیم یه سری کلیپ ها بهتون نشون میدم که متوجه بشین شما چه انتظاراتی میتونین داشته باشین از فیزیوتراپیستتون و چه نوع درمان های فیزیوتراپیست در مطب برای بیماران انجام میده. و یک نکته دیگه هم که خواستم بدونید اینه که علاوه بر مصاحباتی که با همکاران پزشکی رشته‌های مختلف ترتیب خواهم داد، یک سری اخبار از همکاران فیزیوتراپیست بریتانیا براتون ارائه میدم هر از گاهی که چیز مهمی باشه. ببینیم که همکاران فیزیوتراپیست در لندن و شهرهای مختلف انگلیس و کشورهای دیگه اروپایی چنو برخوردهایی میکنن و چنو کارهایی را انجام میدن. و برای شروع امروز میخوام یک اشاره داشته باشم به کار 4 نفر از همکاران فیزیوتراپیست که در انگلیس اومدن. از این قراره که مقالش البته تو سایت انجمن فیزیوتراپی بریتانیا گذاشته، لینکشو براتون میذارم. اینا اومدن، البته این تر از پارسال شروع شد و قرار بر اینه که در مطب‌های فیزیوتراپی یک سری فیزیوتراپیست های با تجربه
مستقر بشن و بر مبنای توضیحاتی که وقتی یک مریض زنگ میزنه به مطب دکتر وقت بگیره، به اون رسپشنیست یاد دادن که اگه با عنوان مثال یه نفر مشکل کمر درد داشت، دیگه به جای اینکه با دکتر برای ایشون وقت بذارید، مستقیم با خود این فیزیوتراپیست وقت بذارید. و اینا اومدن در 4 قسمت مختلف UK 4 تا فیزیوتراپیست با تجربه گذاشتن. این نکته هم اشاره بکنم که در فیزیوتراپی هم مثل همه رشته های دیگه، خب به 2 نکته مهم بایستی اهمیت بدیم. یکی علم یک فیزیوتراپیسته و دومی تجربه اون فیزیوتراپیست. و به خاطر همین نکته هم این پایلوت، در این طریق پایلوت اومدن از 4 نفر فیزیوتراپیست با تجربه و سواد بالا استفاده کردن که ببینن اثراتش چجوریه. خب در این پایلوت اومدن این فیزیوتراپیست ها با این روش جلو رفتن و از آگوست پارسال شروع شد. البته یادمه به این خبر به طور خیلی خلاصه من اشاره کردم در یکی از برنامه ها، ولی هفته پیش مقالهشو خوندم تو سایت انجمن بریتانیا و از این قرار نتیجهش که اینا میخواستن روی 2 تا نکته تمرکز بکنن. یکی این که ببینن رضایت بیماران چجوریه و اینکه آیا اثرات این پایلوت اینقدر خوب هست که بتونن در تمام مطب‌های دکترا این کارو بکنن. و خوشبختانه به هر 2 هدفشون هم رسیدن با این پایلوت و این تحقیق نشون داده که 100% مردم از این کار، یعنی بیماران از این کار راضی بودن و خیلی خرسند بودن از این کار. و نتیجه دوم اینه که بیشتر از 80% از بیمارانی که با کمردرد به پیش این فیزیوتراپیست ها اومده بودن، به جای اینکه پیش دکتر جی پی برن، با همون 1 جلسه اول مرخص شدن. و این یعنی اینکه این بیمار توسط دکتر برای MRI فرستاده نشده، برای X-ray فرستاده نشده، برای آزمایشات دیگه فرستاده نشده، در نهایت کلی در بودجه سلامت صرفه‌جویی شده. پس یک پایلوت به این سادگی، به این خوبی نشون داده که با یک سری کارهای خیلی ساده میتونیم کلی از بودجه نظام سلامت رو حفظ کنیم و مشکلات کمتری از نظر مالی در نظام سلامت داشته باشیم. به همین لحاظ این مثال رو برای شما زدم که در نظام سلامت ما هم همکاران فیزیوتراپیست، همکاران متخصص رشته‌های دیگه بایستی با اینجور مسائل هم اهمیت بدن و فقط و فقط کار نباشه، چون در نهایت این کل نیست سیستم نظام سلامتی که بایستی ارتقا پیدا بکنه و بتونیم خدمت بیشتری به بیمارانمون بکنیم. خب در ادامه برنامه همجوری که قول داده بودم به بیماری های زانو میپردازیم. فکر کنم 1-2 برنامه در مورد بیماری های زانو و تعویض مفصل زانو براتون داشتم. در این 1-2 برنامه آینده به یک سری بیماری های مختلف زانو میپردازیم و سعی میکنم راه های درمان اون هم نشون بدم. خب آناتومی زانو را نمیخوام زیاد وقت صرفش بکنم که چرا که در برنامه های قبلی توضیح دادم به طور مفصل. کلن اینو بگم که زانو یکی از بزرگترین مفصل های بدنه که مستقیم weight bearing joint هست، در واقع تمام وزن بدن ما روی زانو میفته، مخصوصا وقتی که روی یک پا وای میستیم و به جلو میریم تمام وزن بدن، نیروی جاذبه زمین و زوایای مختلفی که در بدن به وجود میان باعث میشن که نیروی خیلی زیادی به زانو وارد بشه. به عنوان مثال وقتی که ما راه میریم
راه رفتن خودش یک پروسه خیلی پیچیده‌ایه، شاید در این برنامه اون رو هم بحث بکنم که میگن گیت پترن. وقتی که اول اینجوری که پاشنه پا رو میذاریم جلو، بعد میریم به جلو کل پا، بعد پنجه، و این سیکل هی تکرار میشه. یک فیزی هست که زانوی ما یکم خم میشه که بعد بریم به جلو. در موقعی که این زانوی ما خم میشه، از نظر بایومکانیکی حساب کردن و دقیقاً 10 برابر وزن بدن ما نیرو به پاتلا تندون یا دقیقاً زیر کشکک زانو نیرو وارد میشه. حتی وقتی که پا صاف هستش که نیروها کامل منتقل میشن، حساب کردن که 4 برابر وزن بدن نیرو به اون قسمت زیر کشکک زانو وارد میشه. ببینید یه نفر که 70 کیلوگرم یا باشه، خب وقتی که این زانو صافه 7 × 4 = 28 میشه، اگر یادتون اشتباه نکنه 280 کیلوگرم نیرو به اون قسمت زیر کشکک زانو وارد میشه. وقتی که زانو خم میشه که بریم به جلو، 700 کیلوگرم نیرو به زیر کشکک زانو وارد میشه. خب با این مثال متوجه میشیم که زانوی ما چقدر تحت فشار هست و چقدر نیرو به زانو وارد میشه. دلیل این نیروها هم که گفتم 4 برابر یا 10 برابر وزن بدن میشه، به خاطر یکی وزن بدن، یکی نیروی جاذبه بدن و یکی اون زوایایی که وقتی که در قسمت بایومکانیک کمر نشون دادم که وقتی یک جای از بدن ما خم میکنیم، یک زاویه اینجوری داریم، فکر کنم اینجوری الان دیده میشه، بله، این زاویه از اینجا بین این خط و این خط داریم و یک زاویه مجازی هم این ور داریم، و وقتی شما زانوتون رو خم میکنید این دوتا زاویه پیش میان. خب نیروها، برایند نیروها رو هم در یک مثلث بخوایم حساب بکنیم، از رابطه فیثاغورس حساب میکنیم که A به توان 2 به اضافه B به توان 2 equal C squared C به توان 2. خب به خاطر این توان 2 ها و نیروی جاذبه و وزن بدن، این همه نیرو به زانو وارد میشه. به همین خاطر زانو یکی از مفاصلیه که مرتب آسیب میبینه و در سنین بالا هم خیلی سریع شروع به degeneration یا تخریب میشه. خب برای اینکه ما بتونیم این بیماری ها را جلوگیری بکنیم و یا به تأخیر بندازیم، مخصوصا در سنین پیری، بایستی از جوانی و از بچگی در واقع شروع به ورزش بکنیم، چرا که هر چقدر که مایچه ها و بافت های دور مفصل زانوی شما قوی تر باشند، اولا میتونه نیروی بیشتری تحمل بکنه و دوما در دراز مدت و یا در سنین بالا تحقیقات ثابت کرده که ورزش ها و تمرین هایی که در جوانی انجام دادیم در سنین پیری به داد ما میرسن، و همچنین افراد مسن هم مرتب بایستی تمرین بکنن و با ورزش درست و تمرین های خاص برای زانو شما میتونید یک دستاورد های خیلی زیادی داشته باشید که شاید برای خیلی از شماها قابل باور نباشه، مگر اینکه پیش یک فیزیوتراپیست خوب برین و با چشم خودتون ببینید. بنده شاید 1/3 از بیمارانی که در مطب میبینم با زانو درد میان. حالا این بیماری های زانو میتونه یکی آرتروز باشه که یکی از قضروف های زانو آسیب دیده، یا قضروف زیر کشکک زانو، یا دوتا مینیسک زانو که در دو طرف زانو هستن. وقتی که سن میره بالای 55-60 به بالا، این قضروف ها شروع به دیجنریت شدن میکنن، تخریب میشن، فرسوده میشن، و اگه در اون موقع با تمرین های درست و یک سری تکنیک های دستی فیزیوتراپی شما بخوای به خوبی با این جراحت و آسیب قضروف برخورد بکنید و مدیریت بکنید، در 80-90% مواقع تحقیقات نشون داده که
وقتی استئوآرترایتیس دارید به جراحی نیاز نخواهید داشت. یعنی تمرینات و تکنیک های دستی فیزیوتراپی کلی کمک میکنه به بهبودی، و یا اگر کامل بهبودی پیدا نکنه اینقدر خوب میشه که شما بدون درد و ناراحتی و یا لااقل با یک درد خیلی خفیف به کارهای روزمرهتون بپردازید و از همه مهمتر از جراحی جلوگیری بکنید. برای اینکه یکم راجع به این تکنیک ها صحبت کردم براتون مشخص بشه که علاوه بر تمرینات چند تکنیک هایی هم در مطب ما انجام میدیم، به این یکی دوتا کلیپ کوتاه نگاه کنیم، برمیگردیم در خدمتتون هستم. در اینجا همونجوری که در این کلیپ ها دیدید، پس ببینید اول وقتی یک کسی با بیماری آرتروز یا آسیب غضروف پیش فیزیوتراپیست میره، ما دو سه جلسه اول یک سری تکنیک های اینجوری انجام میدیم، همزمان یک سری تمرین های میدیم که این تمرین ها بر مبنای هر شخص و هر بیمار و در هر مرحله از بیماری و ریکاوری فرق میکنه. به همین خاطر شما بهتره اگه این ناراحتی رو دارید پیش فیزیوتراپیست برید که تمرین مخصوص پای شما رو به شما بده. تمرین بایستی دیزاین بشه، بایستی طراحی بشه بر مبنای بیماری شما، مبنای فرم بدن شما، مرحله بیماری شما، نوع فعالیت های کاری روزانه شما. به همین خاطر خیلی مهمه که شما تمرین مخصوص بیماری و شرایط خودتون رو از فیزیوتراپیست بگیرید. خب راجع به آرتروز صحبت کردیم، در این برنامه در ادامه بیماری های زانو میخوام به همین آرتروز ادامه بدم. در کنار یه سری از کارهای دستی و درمانهای دستی که کلیپش هم دیدیم، فیزیوتراپیست از یک سری مدالتی ها استفاده میکنه، من جمله اولتراساوند، الکتروتراپی، لیزر، شاک ویو، که اینها ماکسیموم 5 دقیقه از زمان شما را میگیره و بقیه زمانی که شما پیش فیزیوتراپیست هستین تقریبا حدود نیم ساعت حداقل دیگه تمرین درمانیه. و تمرین درمانی هم برای اینکه بدونیم برای آرتروز چه تمرین های مناسب هست، اول از تمرین دو سه جلسه اول از تمرین های شروع میکنیم که loads free میگیم، در واقع فشاری روی اون غضروفی که آسیب دیده وارد نمی کنیم و این باعث میشه که بدن زانو در واقع دامنه حرکتی را بهبود ببخشه، و وقتی که دامنه حرکتی بهبود شد و بهتر شد، کم کم تمرین ها را بیشتر میکنم و بیشتر میکنیم. و یا یک سری تمرین هایی هستن بدون اینکه شما اصلا زانو رو حرکت بدین که ایجاد درد بکنه، مایچ ها و بافت های کنار زانو را قوی میکنیم. با اون مثال دوتا سر مچ پای بیمار رو میگیرین، بیمار دراز کشیده و ازش میخوای که قشنگ فشار بده به بیرون و نگه میداریم، ما رزیستنس اکسرسایز میگیم. خب اینجور یا یک سری تکنیک های درمانی دیگه هست مثل پی ان اف، در واقع به طور خلاصه اینجوری بگم که در یک قسمت از حرکت خیلی راحت شما زانوتون رو راست میکنید، بعد در موقع خم کردن فیزیوتراپیست بهش مقاومت میده، یا برعکس که اینا برمیگرده به نوع بیماری و شرایط خاص خودش. پس در کل میخوام بگم که
اگه احیانا شما ناراحتی در زانو دارید، اولا بایستی تشخیص داده بشه که این ناراحتی شما چیست، و اگه احیانا دکتری، کسی، همکاری بهتون گفت که آرتروز دارید، نگران نباشید. آرتروز در خیلی از مواقع تا 70-80% میتونه از جراحی پیشگیری بشه با تکنیک های درست و تمرین های درست فیزیوتراپی. همون تکنیک منیپولیشن نیکپ رو یا کشکک زانو رو که نشون دادم، ببینید وقتی که آرتروز دارید یا در خیلی از بیماری های دیگه، برای مثال برای دونده ها کامن رانرز نمیگیم ما، وقتی که کسانی که میدونن به خاطر اینکه زیاد فشار به اون کشکک زانو میاد، اون غضروف زیرش مرتب آسیب میبینه و محدود میشه، و وقتی که حرکت محدودیت شد، اون غضروف هم آسیب دیده، فریکشن یا استیکاک در مفصل زیاد میشه، موقع خم راست کردن درد ایجاد میکنه. با 4 دفعه بالا پایین کردن در چند جلسه متوجه میشین که این کشکک زانوی شما به چه راحتی به دامن حرکتی کامل برگشت. و ده ها مثال من برای شما زدم در برنامه های مختلف که بیمار میاد واقعا با زانوی متورم شدیدن درد میکنه و فعالیت های روزانش دچار مشکل شده، ولی بعد 3-4 جلسه میبینه که روز به روز بهتر شد، بهتر شد، بهتر شد. و برای درمان زانو هم وطنان عزیز، هیچ وقت نذارید هیچ فیزیوتراپیستی هر روز شما رو ویزیت بکنه. این اشتباه. اثرات درمان فیزیوتراپی به 2-3 روز زمان نیاز داره که ستل داون بشه، در واقع خوب به درمان جواب بده. پس هر وقت فیزیوتراپیست رفتین و در اینجور بیماری های زانو، نذارید بیشتر از هفته 2 دفعه شما رو درمان بکنن، چرا که درمان های هر روز فیزیوتراپی هم ضررهای خودشو داره. یه سری همکارا متاسفانه به خاطر شرایط بیمه و اینا این کارا رو میکنند. شما بیمار بایستی کمک کنید که حقتون به درستی ادا بشه و درمان های فیزیوتراپی هم هفته بیشتر از 2 دفعه ماکسیمم. البته در یه سری شرایط من کلیت نمیبندم، شاید هفته 3-4 دفعه هم لازم باشه، ولی برای بیماری های زانو هفته ماکسیمم 2 دفعه و خیلی وقت هم هفته 1 دفعه کافیه که ما اینجا برای این مبنا بیمارا رو میبینیم. خب فکر میکنم به اندازه کافی امروز صحبت کردم در مورد بیماری ها و نوع روش ها و تمرین درمانی در رابطه با بیماری آرتروز زانو. در هفته آینده به بیماری های منیسک زانو و لیگامنت های مفصل زانو میپردازیم. اگه هموطنانی که در لندن هستن ناراحتی بدنی، فیزیکی و یا خیلی از ناراحتی های دیگه دارن، حتما میتونن به ما مراجعه بکنن. من شخصا در خدمت هموطنان ایرانی خواهم بود و امیدوارم که بهترین نتیجه را از بهترین درمان های فیزیوتراپی بگیرید و بتونید بدون درد و با سلامتی و شادابی زندگیتون رو اداره کنید. خب در اینجا به آخر برنامه رسیدیم. شما رو به خدا میسپارم. برای هر گونه نظر و سوال از طریق ایمیل و تلفن و وبسایت زیر با ما در تماس باشید. تا برنامه بعد و هفته بعد، روز روزگار خوش. خدا نگهدار.